شهید سلیمانی رو زدن گفتیم انتقام سخت انتقام می گرفتن. اومدیم جلو آی سید رزی رو زدن گفتن همچنان انتقام سخت آی آروری رو زدن مسئولین حشو شعبی رو زدن مسئولین حزب الله رو زدن باز هم گفتیم انتقام سخت و صبوری در اون جایی که شما فکر نمی کنید ما میزنیم نمیدونیم اون زمانی که اونا فکرشون نمی کنن کی هست و قرار از کجا اتفاق بیفت چرا ضرباتی هم زدیم رو زدیم اربیل رو زدیم ولی این سوال رو باید بپرسیم از نظام که آیا کافی بود شما نزدی اونها زدند روز به روز رو گستاختر شدن خب تا کی مماشات تا کی امشب خاک شما رو زدن توی سفارت خب باز ما قرار اربیل رو بزنیم باز قرار اینال اسد رو بزنیم موشک نداریم هایپرسونیک نداریم قاعدتاً داریم رونمایی شد تست شد و هزاران چیز دیگه بالستیک نداریم داریم و هزاران چیز دیگه خب علت چیه نمیزنیم مصلحت چیه مصلحت تا کجا ما با یک دشمن مرد نامردی طرفیم امه. یعنی چی نامرده ولی مثل یک مرد حرفش رو میزنه میگه من میزنم میاد میزنه در اوج نامردی اما اینکه ما مجدد بخوایم نیابتی وارد بشیم این به نظر من اصلا خوب نیست و اون هژمون ما رو در منطقه میاره پایین، بعد بازارندگی ما رو میاره پایین و الان بهترین شکل پاسخ مستقیم جمهوری اسلامی در خاک فلسطین اشغالی به رژیم صهیونیستی است.